سلام دوستان، در این فیلم آموزشی میخوایم در مورد شبیه سازی فرآیندها توسط نرم افزار ویزیو رو مرور کنیم. در این نرم افزار ما از کد VBA استفاده کردیم تا بتونیم فرآیند خودمون رو به صورت آماری شبیه سازی کنیم و شبیه سازی آماری اینجا مد نظر هستش. خب تو این بس در حقیقت ما یه فرایندی رو که مربوط به یک رستوران هست، یه فرایند ساده رو در نظر گرفتیم که جزئیات اونو حالا در زمانی که سیمولیشن یا شبیه سازی رو اجرا میکنیم با هم صحبت میکنیم. خب بذارین قبل اینکه این شبیه سازی رو ران بکنم، فقط گوشزد بکنم که ورود به صورت نمایی هستش و از تاب توزیع نمایی پیروی میکنه و هر کدوم از کارهای من، فعالیت‌های من از توزیع نرمال پیروی میکنن. از اونجایی که در نظر گرفتن تعداد توزیع بیشتر باعث ایجاد پیچیدگی بیشتر توی نرم افزارمون میشدش و ما اینو به صورت آموزشی تهیه کردیم و کاربرد آموزشی داره، در حال حاضر از توزیع دیگه صرف نظر کردیم. همینطور واسه تصمیمات ما در حال حاضر فقط تصمیم بله و خیر در نظر گرفته شده و بیشتر از اون احتمالی نرفتیم جلو، به خاطر اینکه پیش دیگه خیلی بیشتری رو به نرم افزار ما اضافه میکردش. خب اگه به فقط قبل اینکه باز من اینو اجرا کنم میتونه این مورد رو گوشزد کنم که نحوه ترسیم فرآیندها در ویزیو رو شما باید از قبل بلد باشین. این فرآیند به توسط استاندارد BPMN ترسیم شده، واسه اینکه با نحوه ترسیم نمودارها در ویزیو آشنا بشین به وبسایت ما مراجعه کنین که یه فیلم آموزشی برای نحوه ترسیم فرآیندها توسط استاندارد BPMN تهیه شده و به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده و میتونید از اون استفاده کنید. خب اگه به حالت فول اسکرین بریم و ران سیمولیشن رو بزنیم، از ما مدت زمانی که میخواین این شبیه سازی اجرا بشه رو میپرسه، به صورت دقیقه هستش و من میگم که 3 دقیقه اجرا بشه و اوکی رو میزنم. بعد به ما نشون میده که یک مشتری وارد شده، اون مشتری میره ببینه که آیا میز خالی وجود داره. اگر میز خالی وجود داشت که به احتمال 80% وجود داره، میره روی اون میشینه و سفارش غذای خود رو میدهد. بعد میره در حقیقت منتظر دریافت سرویس یا خدمت از پیش خدمت میشه. تو اینجا ما از زیر فرآیند استفاده کردیم چون دریافت خدمت شامل فعالیت های دیگه هستش که میتونیم اونو به عنوان یک جعبه سیاه یا بلک باکس در نظر بگیریم. بعد از اون پرداخت صورت حساب انجام میشه. پرداخت صورت حساب از اونجایی که میتونه به صورت پولی باشه یا به صورت آبر بانک باشه و یا موارد دیگه، این هم به صورت یه زیر فرآیند در نظر گرفته شده. در صورتی که یه میز خالی مشاهده نشه، مشتری میاد که تصمیم بگیره که آیا میخواد منتظر بمونه یا نه. اگر نخواد منتظر بمونه که خارج میشه و به احتمال 30% ممکنه که منتظر بمونه و در این باکس انتظار خودش رو انجام میده. هر کدوم از این باکس ما از 2 شکل روی این بالا تشکیل شدن که اولی دایره هستش و نشوندنده مقدار زمانه و این مقدار زمان به صورت میانگین زمان در نظر گرفته شده، چون هر باکس من یه میانگین زمان و یک انحراف معیار زمانی داره. اگر میانگین زمانی بیشتر از 60 دقیقه باشه، دایره تو پر خواهد بود و اگر کمتر از 60 دقیقه باشه، دایره تو خالی، و اگر بین اونها باشه مثلا حدوداً 15 دقیقه باشه، یک چهارم یک دایره رو تو پر میکنه واسه ما. شکل بعدی یه دونه پرچم هستش که این پرچم نشون دهنده هزینه است و هزینه اگر بیشتر از 15 حالا دلار یا تومان یا هر واحد پولی دیگه ای باشه، اون رو به رنگ قرمز نشون میده و اگر نزدیک صفر باشه اون رو به رنگ سبز و بین این دوتا عدد اون رو به رنگ زرد نشون میده. زیر هر کدوم از باکس ها ما شکلایی میبینیم که تو اینجا نشون دهنده کل ورود من، تو اینجا نشون دهنده کل خروج من خواهد بود و زیر هر کدوم کل هزینه ای که این فعالیت در حقیقت تو دوره
شبیه سازی داشته رو نشون میده و میانگین زمانی که برآورد زمانی شبیه سازی هستش رو ما اینجا میتونیم مشاهده کنیم. خب توی پایین ما باکس هایی رو مشاهده میکنیم که نتایج کلی رو نشون خواهند داد که پس از شبیه سازی اینا کامل میشن، هرچند این باکس ها هم بعد از شبیه سازی اعداد کامل تری رو به ما میدن. که خب این باکس اول نشون دهنده کل زمان شبیه سازی هستش، باکس دوم کل هزینه ای که سیستم در این دوره شبیه سازی بر اون تحمیل شده رو نشون میده و کل مشتریانی که هنوز در سیستم باقی موندن. اینجا الان نشون داد که شبیه سازی ما تموم شد، اوکی رو میزنیم و الان در حدود 24 تا مشتری هنوز در سیستم من باقی موندن که اگر شبیه سازی رو جلو ببریم باید اونها خارج بشن. خب در کل من 48 تا ورود داشتم و 24 تا خروج، 8 تا میز کمبود داشتم که از این 8 مشتری که با کمبود میز مواجه شدن 7 تا خارج شدن و یک نفر فقط تمایل داشت که بمونه که اون یک نفرم فکر کنم توی سیستم مونده بود. کل زمان بودن یک مشتری در سیستم 48 دقیقه هست. توجه داشته باشین که مقیاس ما دقیقه به ثانیه است، یعنی اگر من 3 دقیقه شبیه سازی رو اجرا کردم 180 دقیقه فرض شده که فرایند کار کرده. میانگین هزینه به ازای هر مشتری 14 واحد پولی، تقریبا 15 واحد پولی هستش، یعنی من رستوران من به ازای هر مشتری 15 واحد پولی هزینه کردش و خب از این میتونه به عنوان یک مقیاسی واسه قیمت گذاری استفاده کنم. خب اگر از اینجا خارج بشیم، البته بهتر بود من قبل شبیه سازی دیتا شیپ رو نشون بدم، تو قسمت دیتا شیپ دیتا ویندو رو بزنیم. اینجا اطلاعاتی هستش که من از اون استفاده کردم و شبیه سازی رو اجرا کردم. اولی هزینه است که به صورت ثابته و من خودم اونو وارد کردم. میانگین زمان هستش که به جای هر باکس اونا رو باید وارد میکردیم. کل هزینه است که شبیه سازی اون رو حساب کرده و قرار داده. کل هزینه است که من اینجا از توتال کاست اون استفاده کردم. تو اینجا توتال کاستش هست که شبیه سازی برآورد کرده. انحراف معیار زمانی هستش که به ازای باکس مختلف ما باید این انحراف زمانی رو بدیم، مثلا اینجا 5 انحراف زمانیش. کل ورود به این باکس همون نشون میده اینجا، یعنی اینم شبیه سازی به ما اطلاعاتش رو میده، کل ورودی که تو دوره شبیه سازی به این باکس انجام شده. و میانگین هزینه هستش که این میانگین هزینه از اونجایی که هزینه ثابت هستش باید با هم اصولا برابر بشن. میانگین زمانی شبیه سازی هستش که اینجا شبیه سازی برآورد کرده و قرار داده. خب من میتونم اینجا کلیر دیتا رو بزنم، وقتی که کلیر میکنم دوباره به حالت اول برمیگردم و اون چیزایی که شبیه سازی استفاده برآورد کرده رو صفر میکنم و اون چیزایی که من خودم وارد کردم و قرار میده. به طور مثال اینجا من احتمال صحیح بودن رو خودم میتونم تغییر بدم و زمانها، هزینه و انحراف معیار زمانی. خب این کل شبیه سازی من هست، یعنی من فرایند دارم و از این طریق شبیه سازی میکنم. لازم به ذکر کد این فرایند طوری نوشته شده، کد این نرم افزار طوری نوشته شده که من میتونم اینها رو تغییر بدم و میتونم یه باکس رو دلیت کنم و یه باکس جدید رو اضافه کنم. خب اگر ما به تب دیولوپر مود بریم که حالا اینجا شما نمیبینیم، واسه دیدن اون میرین توی فایل آپشنز قسمت ادوانس یا کاستومایز ریبونز، فرق نداره، این تیک دیولوپر رو باید بزنیم، یا تو قسمت ادوانس اگه برین این پایین ران این دیولوپر مود رو بزنیم، اوکی بکر بکنین، یه تب جدید به نام دیولوپر باید ایجاد بشه که ایجاد نشد. دوباره میزنم options running developer mode، اوکی میکنم. اوکی developer تب developer من اضافه شد. visual basic رو اونو میزنم. خب تو اینجا کد visual basic رو میبینه، اگه همون اول نیومد چون من از قبل اینو باز کرده بودم مستقیم آورده بود، دوباره روی this document کلیک کنین کد اون رو خواهید دید. خب لازم به ذکره که این کد خب همونطور که میبینین خیلی زیاد هستش و من نمیتونم همه اون رو توی این
ویدیو پوشش بدم و من در این جلسه فقط میخواستم به صورت کلی این کد رو بهتون نشون بدم و اگر که فیلم مورد قبولی بودش و دوستان اون رو خوششون اومد و تونستن ازش استفاده کنن، ما حتما بقیه این کد رو توضیح میدیم و به صورت با جزئیات بیشتر وارد مباحثش میشیم. خب تو اینجا من متغیرهای گلوبالمو تعریف کردم. متغیرهای گلوبال تو کل این کد میتونن استفاده بشن و به خاطر این قبل شروع کد اصلی من اینا رو تعریف کردم. بعدش وارد پرایوت ساب کامند باتوم 2 میشیم، یعنی من همین باتمی که اینجا دارم کد مربوط به این باتم هستش. خب اول اینپوت باکس منه. قبل اینکه باز من وارد جزئیات بشم بهتری که بگیم این کد الان باگ های کمی نداره، باگ های زیادی داره که من از قصد اونا رو برطرف نکردم به خاطر اینکه میخواستم تو جلسات آینده وقتی که وی بی رو با هم یاد گرفتیم، وی بی ای رو با هم یاد گرفتیم، اون دیباگ ها رو هم با هم انجام میدیم و باگ هاش رو برطرف کنیم. خب وی بی که ما میدونیم مخفف ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن هستش و از اون توی محیط و محیط برنامه‌نویسی توی پکیج مایکروسافت هست و توی اکسل، اکسس و دیگر پکیج های مایکروسافت ورد، آوتلوک، همه اونا ما میتونیم از وی بی ای استفاده کنیم و خب تو هر کدوم از پکیج ها یه مقدار سینتکس ها ممکنه فرق داشته باشن که اگر شما یک کدوم از اونا رو خوب یاد بگیرین از اون میتونین تو بقیه نرم افزار هم به راحتی استفاده کنین و دیگه سختی کار خاصی نداره، فقط یه مقدار تغییر سینتکس هستش که اونا رو راحت میتونین پیدا کنین. خب تو قسمت اول وقتی که من از کاربر خواستم که عدد مدت زمان سیمولیشن شبیه سازی رو به من بگه، اونو توی دیوریشن، متغیر دیوریشن قرار دادم. بعد اومدم اول گفتم که باید مکان شروع خودم رو پیدا کنم، استارت ایونت، رویداد شروع خودم رو پیدا کنم که ببینم کدوم یکی از این شکل‌ها شروع هستش. من در حقیقت تو کل این شکل‌ها گشتم، یه فور گذاشتم به ازای هر شکل میگشت و اون استارت ایونتم رو پیدا میکنه که به وسیله این من استارت ایونتم رو پیدا میکنم و میگم مشتریان باید از اینجا ورود کنم. بعدش اومدم اولین مشتری خودم رو تولید کردم، گفتم اولین مشتری که وارد میشه به چه صورت هستش و متغیرهای اون رو وارد کردم. وقتی که با کد با برنامه‌نویسی توی وی بی بیشتر آشنا شدیم متوجه میشیم که این مازاد هستش و میتونیم اینو دلیت کنیم و تو حلقه اصلی مشتری اول من هم میتونه وارد بشه، ولی خب واسه اینکه یه شروع کوتاه داشته باشیم من مشتری اولمو به صورت جداگونه تعریف کردم. بعد از اون وارد لوپ اصلی میشیم. قبل از هر لوپی ما یه اینیشیالیزیشن داریم، یعنی در حقیقت پارامترهای اولیه‌ام رو باید تعریف بکنم از طریق این که حالا یک سری از پارامترهایی که توی لوپ باید استفاده بشه رو من اینجا تعریف کردم. قبل اینکه وارد لوپ بشیم این پارامترها باید تعریف بشه. بعد اومدم لوپ اصلی خودم روی زمان بستم و گفتم مدت زمانی که تا الان گذشته اگر کمتر از دوریشنی بودش که کاربر تعریف کرده این لوپ باید ادامه پیدا کنه، پس تا زمان اتمام شبیه سازی این حلقه ادامه پیدا میکنه. بعد از اون اومدم گفتم که خب اینجا getting arrival elapsed time هستش، در حقیقت زمان ورود هستش که اون رو گرفتم، میخواستم چیکار کنم، از این واسه تولید یک مشتری استفاده کردم. یه حلقه هست اینجا، حالا به صورت کل وقتی که حلقه وایل من میگذره اول میاد وارد این قسمت میشه، یعنی وارد این شرط میشه، میاد میگه که اگر این زمان گذشتن از ورود مشتری قبلی من بزرگتر از یک متغیر تصادفی نمایی اریوال بودش، خب وارد این کد بشه و این کد باعث میشه که یه مشتری جدید وارد سیستم بشه و مشتری بعدی من از طریق توزیع نمایی وارد سیستم بشه. خب وقتی که مشتری من وارد شدن من باید هر کدوم از اینا رو تو زمان بروز رسانی کنم. تیکه مهم دیگر کد ما اینجا هستش که ما
هر یک از مشتری ها رو از مشتری صفر تا مشتری آخر به روز رسانی کردیم. وقتی که حالا باز توضیحات بیشتری در مورد برنامه نویسی دادیم، متوجه میشیم چون از آرایا استفاده شده و آرایا از صفر شروع میکنن، من از صفر تا یک تا تعداد مشتری منهای یک حلقه میکنم اینجا و از حلقه فور استفاده کردم و خب اینجا من به روز رسانی انجام دادم. وقتی که حلقه لوپ وایل من تموم شد، میام و ریپورت خودم رو میگیرم و ریپورت های مورد نیازم. اما چرا این کد الان اینجا اینقدر کوتاه به نظر میاد؟ به خاطر استفاده از تابع هستش. اگه پایین تر بیاین، توابعی که تعریف شدن و از اونا استفاده شده تو پایین اون قرار داده شده. ما از توابع تو زبان های برنامه‌نویسی زیاد استفاده میکنیم چون باعث میشن که من کدهای تکراریم حذف بشم و از اونا هر جایی که بخوام بتونم راحت استفاده کنم. توابع یک سری ورودی میگیرن و خروجی رو به ما میدن و خب یکی از مهمترین تابعهایی که اینجا نوشته شده و از اون استفاده شده، تابع حرکت به شکل بعدی هستش که اونو میتونیم توی بروز رسانی ببینیم. اینجا من شیپی که داشتم و در حال حاضر مشتری در اون وجود داشت رو میگیرم و به اون میدم که آرایه جیوم مکان اون مشتری هست، یعنی بخش واسه مشتری جیوم مکان مشتری جیوم هستش و به این تابع میدم و همچنین اسم اون مشتری رو بهش میدم به خاطر اینکه تو این تابع مورد نیاز بود. بعد داخل این تابع میشم و این تابع و وقتی که کد به اینجا رسید وارد این تابع میشه. این تابع در اینجا نوشته شده. این متغیرهای محلی تابه هستن که فقط تو این تابه استفاده شده. وقتی که ما الگوریتم وارد این بخش میشه، شروع میکنه به تعریف این که خب الان مشتری مثلا در اینجا قرار داره، میخواد تصمیم ببینه که اول میبینه که چند تا خروجی از این شکل من وجود داره. به صورت کلی فرض شده که اکثرا دو تا یه دونه خروجی دارم و خب حالا اونجا میبینیم که خیلی راحته، ولی وقتی که دو تا خروجی وجود داشته باشه ما باید تصمیم میگیریم که به قسمت yes بریم یا به قسمت no. حالا فهمیدن این که کدوم شکل به no وابستگی داره و کدوم شکل به yes وابستگی داره، ما اینجا اونو تعریف کردیم. اومدیم گفتیم اگر ایکس من کجاست؟ اگر بیشتر از یک خروجی وجود داشت، خب بیا ببین که کدوم یکی از اونا مربوط به نو هستش که اینجا تشخیص دادم و کدوم شکل به این نو وابسته هستش و بعد مشتری رو به اونجا منتقل کن و همینطور برای یس. مسیر یس که تو اینجا نوشته شده تو از الس به بعد. خب اگر ما توی همون شکلی که هستیم فقط یک دونه مسیر بود، خب ما به راحتی میتونیم مکان مشتریمون رو به روز رسانی کنیم و اگر هیچ مسیری بود، این نشوندنده شکل پایان ما هستش چون هیچ مسیر از اون خارج نمیشه و کاری نباید بکنیم، مشتری باید اونجا بمونه تا ما گزارشامون رو بگیریم و کلیر دیتا کنیم. خب پس متوجه شدیم که مهمترین قسمت تغییر مکان زمانی هستش که دو تا مسیر وجود داره و خب به خاطر همین ما توی کدی که اینجا نوشتیم فقط حالت احتمالی yes or no رو در نظر گرفتیم و حالت احتمالی که چند تا مسیر وجود داشته باشه رو در نظر نگرفتیم، به خاطر اینکه خب این یه فیلم قراره یک الگوریتم آموزشی باشه و الگوریتم کاربردی نیستش و اگر شما خودتون بخواین یه الگوریتم کاراتر رو بنویسین، میتونین مسیرهای مختلف رو در اون در نظر بگیرید، تعداد مسیرهای مختلف رو در اون در نظر بگیرید. خب کل کدی که اینجا هستش الان واقعا نمیشه به صورت جزئی هر کدوم از اینا رو توضیح داد و خب خیلی از پیش نیاز حال نیاز هست که شما دوستان داشته باشید تا وارد برنامه نویسی و بعد برنامه نویسی وی بی ای بشین. به خاطر همین این فیلم ویدیویی امیدوارم که به صورت کلی یه دیدی رو به شما داده باشه از الگوریتم و برنامه‌نویسی در محیط VBA و امیدوارم که در جلسات آتی بتونیم در کنار هم VBA رو یاد بگیریم و از اون استفاده کنیم و همچنین شبیه سازی رو، چون یک ابزار بسیار کاربردی در مدیریت فرآیندها هست. امیدوارم استفاده کامل رو برده باشید. ممنونم بچه‌ها.